سلام، خوش اومدید به این قسمت از ریاکشن ویدیوهای کانال خودتون فرشاد فولاد. تو این ویدیو بچه ها، من مدت هاست که منتظر فرصت و دنبال فرصتم که یه آرتیستی رو به کسایی که اگر نمیشناسن احیانا معرفی کنم، یعنی با یه ریاکشن ویدیو به یه موزیک مناسب یه آرتیستی رو بهتون معرفی کنم که احتمالاً قفلی امسالتون میشه، اونم کسی نیست جز ممزی، که مثل این که از پشت صحنه بچه‌ها خبر دادن که هانیبان مثل اینکه ترک مناسبی برای این کار. من خیلی وقت ممزیو میشناسم و ترکشو گوش میدم، اما میگم انقدر ترکشو حفظم که خیلی برای ریاکشن ویدیو مناسب نیست، اما این ترک مثل اینکه ترک خوبه. خلاصه ممزی جزء لیبل تترو پرجای اشتمکم، لیبل پوبون و پوبون شاخلاری و ایناست، که تو این ترک با لوکی فیت داره که لوکی هم از بچه های ناین داره، لیبل ناین داره. خلاصه موزیک رو از کانال یوتیوب ممزی من دارم گوش میدم، که اگه خواستین لینک اونجا میذارم، اگه خواستین اونجا گوش کنی. به جز اون لینک من توی صفحات، لینک صفحه من توی فضای مجازی، علاوه سه تا پلی لیست تو یوتیوب، اسپاتیفای و ساوندکلاود، مخصوصا کانال دوم یعنی اسنر و کانال سوم یعنی دولو توی دیسکریپشن هست، اگه دوست داشتید سر بزنید و داشته باشید اونجا رو. ویدیو نکته مخفی داره که اولین کسی که توی کامنت دقیقه و ثانیه نکته مخفی رو بنویسه کامنتش پین میشه. اگر فور گنگ حالا با چی تو کامنت بریم واسه شنیدن هانیبان از ممزی و لوکی بریم. خب ترک بسیار کوتاهه، یه دقیقه 50 ثانیه از. یه چیز دیگه هم بگم، من توی یه تیر لیست از بهترین آرتیست‌های رپ فارسی از نظرم که درست کردم، اونجا اولین بار بود که دیدم اون چه هیچی نمی‌شسته ممزی، یعنی یه سری میگن اصلا اینی که گذاشتی توی قسمت هات و اینا کیه اصلا، و نه که حالا قرار باشه من به تمام جهان معرفیش کنم، یعنی یه قفلیه که من تا قبل از اینکه باهاش آشنا شم انگار یه چیزی تو زندگی کم بود، یعنی یه سبکی از موزیکا و قفلی‌ها هست که واقعا کم بوده، جاش جای خالیش حس میشد توی پلیلیست من. میکس مستر بای پرود بای سین، اگه اشتباه کنم S1 S1 N، سانگ رایتر ممزی اند لوکی، کاور بای هیم آرت فور، که کاورش به نظرم کاور خوبی نیست، اونقدر یه سری اصل مثل اونها اون پشته و یه سری صد دلاری هم که روی زمین و خون روشه و کاورش کاور خوبی نیست خلاصه، ولی چیزی از کار کم نمیکنه. برو بریم. بیتایی که از سمت چیز میشنم بیشتر، از سمت چارک دریل و از سمت مثلا لیل درک و این چیزا بیشتر میشن، اون سمتی بیتش که همین خودش چیز عجیبی، من این سبک بیت توی رپ فارسی نشیده بودم حقیقتا، یا حداقل ترکی که اون بولد شه و به گوشم برسه. از هر اکیپی زدم یکیشونم، من این دو تا جمله ازش فهمیدم، میگه اگه سرو نمیده fuck it give me a head، توی زبان انگلیسی یعنی این که چیز کنه، یعنی اگه نمیده fuck it. نه شما نکنید این کارو، ولی نه میکنن این کارو، مثل این که نمیدونم من شیاری فلوسویچش خفن بود. خلاصه تاتو بزن آره فقط واسه درد و پیدا کردی پول نگو به کسی در رو میکشی لات فقط صدا تو کم کن سر از دولا مثل هانی بان بقیه دادی اما که یه بیان سوش زدم آره واسه فان دنبال تو نیشون دنبال واسه. آها هانی بان آجی فکر کنم دابل آنتان رو داره، یعنیش که چیزه مثلا تعریفه، فکر کنم اسم شیرینیه که واسه مثلا قند، مثلا من به زیدم میگم قند مثلا، یا نینی میبینم نینی گوگولی میگم چه قندیه چه نقلیه، فکر کنم یه تعریف اینجوریه، معنی صد چی میگن اسکناس صد تایی هم هست، فکر کنم یعنی صد هزار تا اجتماع کنم، حالا اینا بچه هایی که یو اس زندگی میکنم بهتر میدونم.
پیدا کردی پول نگو به کسی در را میکشیم لات فقط سرا تو کم کن $100,000 مثل هانیبانی هست خوش گفت $100,000 مثل هانیبان موکیه بیانه خوش زلم آره واسه فان دنبال تو نیشون دنبال باسه باسه اومدی داشی مغازه بسته احتمال میکنم آره به نفس حواسه نیستم شاونم است احتمال میکنم آره به نفس باسه اومدی داشی مغازه بسته احتمال میکنم آره به نفس حواسه نیستم شاونم است یه جا من نیمونم حتیلا که اینا نمیدونم درافو ردیو به ایرومم هر اکی بی زدم یکیشونم تایپم نیست نمیده کامنت ستا تو هم نواز بیاره پاکی بکنم ویرس قراره سویت شه دور ما همه لاشی ولی پاک دور ما همه لاشی ولی روکم دل چی تو داری که لوکم و ملومی ته وازی نشکتم هکی برولد و ناوی زرم پوکر و فیرون جلب فرشی و عرش میچو غم هشتا هست کش و کش به ما پیچید کردیم سکش و عوض برگرام سر شقی فصل رو منم به مدهی مثل سی دی دی ویدی نه کارو تو دید نی ما فقط پاف مثل دی دی فید میدی نه چه تو این لیگ نی حقمو میگیرم برید نی فید میخوان و کارو تو فید نی باجی چی کار داره میکنه لوکی و فلوش دی 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 دبا دا 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 دی دی دو هشوام اصلا نیفهم چی میگه آوری اصلا نیفهم چی میگه آوری احساس بکنم اصلا هم اهمیتی نداره خیلی باحال فلوش شو غمه اش داست که شو کش به من پیچید کردیم سب که شو عوض برگرام سب شقی فصل رو منم دمو دهی مثل سی دی دی ویدی نکارو تو دید نی وایسا بذار دقت کنیم چی میگه دموده ای مثل سید بذاریم لیریک نداره چقدر فلوش باحال بود یه تیکه نه متاسفانه لیریکس نداره سعی میکنیم بشنیم ببینیم چی میگه درم پوکر و بیرون جب فرشی و عرش میچوغم هشتا هست که شکش به ما پیچید کردیم سب که شو عوض برگرام سب شقی فصل رو منم دموده ای مثل سید دی دی ویدی نکارو تو دید نی ویدی نکارو تو دموده ای مثل یه چیزی که نمیدونم چی سی دی دی نمیدونیم چیه یا کیه یا حالا چی حالا خلاصه به سه چیز دمودی دیگه ما فقط پاف مثل دی دی فی ها پاف ددی رو میگه منم دموده مثل سی دی دی فیدی نکارو تو دید نی ما فقط پاف مثل دی دی فید میدی نچا تو این لیگ نی ما فقط پاف مثل دی دی فیت میدی نجا توی لیگ نی دی دی ویدی نکارو تو دید نی ما فقط پاف مثل دی دی فیت میدی نجا توی لیگ نی حقمو میگیرم برید نی فیت میخوانو کارو تو فیت نی حقمو میگیرم بریتنی فیت ها فیت میدی نجا تو این لیگ نی حقمو میگیرم بریتنی فیت میخوانو کارو تو فیت نی دوتا سولو ها فیت میخوای کارو تو فیت نی میدی نجا تو این لیگ نی حقمو میگیرم بریتنی فیت میخوانو کارو تو فیت نی دوتا سلاخ روی کید نید هید میریم و کیرم لیگ شیم کیرم لیگ شیم دوتا سلاخ نمیم چی چی کیرم لیگ شیم متوجه شدید یا نه کیرم حقمو میگیرم برید نید فیت میخوانو کارو تو فیت نی دوتا سلاخ روی کید نید هید میریم و کیرم لیگ شیم یه جا من نیمونم وقتی لکه اینا نمیدونم مجانم رادیو بگیرم من هر اکی بی زدم یکیشونم تایفم نیز نمیده کامنت ستا تو وان نواز بیاره پاکی اگه سر رو نمیده بگو فاکی دور ما همه لاشی ولی پاکی خب این بود ترک ممزی The Goat فیت لوکی که من از لوکی فکرم یه کار شنیده بودم اونم اجرای اون سایفری بود که با پارس سیمسون یه همچین چیزی بود اونه که عضو لیبل نایندال و جیدال داشتن که سایفر باحالی هم بود یعنی یکی از بهترین کارهای جیدال بود تو این مدتی که من دارم ریاکشن ضبط کنم خلاصه یه بار من راجع به ممزی تو همون ویدئویی که گفتم صحبت کرد آها اول اینو بگم میکس ماسترش به نظر من این ورژنی که من شنیدم میکس ماسترش خوب نبود نمیدونم به خاطر این البته رسمی در کانال رسمی یوتیوبش دارم گوش میدم میکس ماسترش خوب نبود تو هدفون من واضح نبود وکال چقدر حیف به خاطر اینکه موزیک به نظر من خیلی ساوند شات چیز عجیبی به نظر شما نیاد ولی برای من اینکه حالا خود من خیلی چایرک جیل باز نیستم و چرا نمیدونم لیل درکینا خیلی گوش نمیدم خب ولی نیما ای که منی که مثلا با نیما دوستم نیما یه بند چایرک گوش میده و لیل درکینا گوش میده میدونی مثلا یه کاری هست توی میشنوی 4 تا 10 تا المان داره یه سری المانش از خوشت نمیاد در مورد حس من اینه که یه سری المان آشنا داشت به علاوه یه سری المانی که اون المانایی که من خوشم میاد انگار حذف شده بود توش خلاصه اینو میخوام بگم که اگر مخاطب هیپ هاپ فارسی باشید و دیلیل چایرک رو این چیز هم شنیده باشید که شنیدید احتمالا این صدای جدیدیه درسته حالا ورژن فارسی یه ساب ژانر صرفا خب اما به نظر من ورژن خوب فارسی یه ساب ژانر به نظرم بهترین حالت ممکن ورساشون رو اجرا کردن هر دوتاشون لوکی یعنی برگام ریخ فلوی لوکی رو شنیدن و همین دیگه اگر حالا دوست داشتید یه سر به پیجش بزنید آلبوم آخری که داد رو گوش کنید تیک ریزی رو گوش کنید ترک آبی از ممزی رو گوش کنید سوراخ جالبیه برای افتادن توش خلاصه و تجربه اولین بار شنیدن موزیک برای من از 0 تا 10 من 7.5
میکسش بد بود. خب اما به نظرم موزیک بسیار موزیک هایپی بود، 1 دقیقه و 50 ثانیه بمب بود. یعنی اینجوری نبود که یه جا انرژی بیفته سویچ کردن ورس، همونطور که حد زدم شما میخوش سویچ کردن ورسشون خیلی به حال بود. حتی بیتی میگم مثلا من کلن این سبک بیتش هم حتی دوست ندارم، ولی بیتی که انتخاب کرده بودن یه بیت ساده یه قابل درک به حال بود، اگرچه که همین ساده بودنش باعث میشه زود فراموش و زود تکراری شه. من میگم برای چند روز و چند هفته و چند ماه گوش دادن خیلی موزیک خوبیه. همین، شما نظرتون رو بنویسید راجع به موزیک، راجع به ریاکشن ویدیو، ویدیو رو اگه دوست داشتید لایک یادتون نره، دوست داشتید دیسلایک فورگنگ تو کامنت یادتون نره، ویدیوهای کانال اگه دوست داشتید سابسکرایب یادتون نره، یه دونه زنگول بغل دکمه سابسکرایب هست که اگر خواستید از آپلود ویدئوی بعدی مطلع شید میتونید زنگول رو فشار بدید. و دمتون گرم بابت تبلیغاتی که میکنید و هر نحوی که دوست دارید، و اصلا تبلیغات هم نمیکنید بابت ساب، چون که رود تو 12K 13 تون هم بدر تا ویدئوی بعدی فور گرم. بچه من نمیمونم.